خب 72 دوره جشنواره فیلم برلین این روزها در حال برگزاری است با حضور چند فیلم ایرانی از جمله شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، فیلم سینمای نامو اثر هادی سایی ور و همچنین یلدا ساخته مسعود بخشی. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در برلین حضور داره. بابک اگه موافق باشی با بحث پرحاشیه این روزها ویروس کرونا شروع کنیم. چقدر تاثیر گذاشته بر روند برگزاری جشنواره؟ میتونیم بگیم که اینجا هم تاثیر گذاشته و تا حدودی تاثیرش هم قابل توجهه و 72 دوره جشنواره فیلم برلین به نسبت دوره‌های پیشتر با حاشیه ها و حضور کمتر مخاطبان همراه است. علاوه بر موضوع انتشار ویروس کرونا، حملات اخیری که در چند شهر آلمان هم رخ داده باعث شده که بر برگزاری برنامه ها تا حدودی سایه بیندازه و بتونیم بگیم که به نسبت چند دوره پیش جشنواره فیلم برلین خلوت‌تری رو شاهد هستیم، هرچند حضور مهمانان شناخته شده و همینطور نمایندگان رسانه‌های گروهی خبرنگاران و علاقه‌مندان به سینما دیده میشه، اما اون شور و حال دوره‌های پیشتر که خیلی شلوغ‌تر بود و میتونیم بگیم کمتره، این دو عامل رو به عنوان دلایل اصلی کم شور و حالی این دوره میتونیم ذکر کنیم. خب بریم سراغ چند فیلم ایرانی که در جشنواره حضور دارن، به خصوص دو فیلمی که از جریان اصلی جمهوری اسلامی در قالب پروانه ساخت و اینها از فیلترها عبور نکردن و به جشنواره ارائه شدن. درسته، مهمترین فیلم که فیلم شیطان وجود نداره ساخته محمد رسولوف، نمایش این فیلم به عنوان آخرین فیلم بخش مسابقه برنامه‌ریزی شده روز جمعه برای نخستین بار در جشنواره برای خبرنگاران نمایش داده میشه و بعد روزهای شنبه و یک شنبه نمایش داره. جالب اینجاست که نمایش اول عمومش هم صبح روز اختتامیه برگزار میشه که تا حدودی میتونه نگاه‌ها رو تا مراسم اختتامی دنبال بکنه. فیلمی که همونطور که اشاره کردی بدون گرفتن پروانه ساخته شده و میتونیم بگیم اثر مورد تایید مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی که اتفاقا اینجا هم حضور دارن، مثل آقای ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره فجر، محمد مهدی عسکرپور دبیر بخش جهانی جشنواره فیلم فجر، نمیتونه باشه. علاوه بر این فیلم ناموی نادر سایی‌ور رو هم ما داریم که در بخش فروم حضور داره، نمایشه این فیلم انجام شده همچنان ادامه داره، اون هم به نوعی میتونیم بگیم از جریان اصلی سینما نیومده، مضامینی داره که مورد میتونه مورد توجه مسئولان حکومت ایران نباشه از منظر اینکه در واقع قهرمان فیلم تا حدودی زیر نظر ماموران امنیتی قرار داره و خب فیلمی نیستش که بشه انتظارش رو داشت احتمالاً حاضر بشن که براش پروانه نمایش صادر کنن. در کنارش فیلم یلدای مسعود بخشی رو داریم که خب اون از جریان اصلی سینما ایران میاد، در جشنواره فیلم فجر دوره پیش هم نمایش داده شده بود، اینجا هم نمایش‌هایش رو در بخش نسل داشت که بخش فرعی تری است مخصوص فیلم‌های کودکان و نوجوانان و خب البته تو اون بخش عباس امینی یک سینماگر ایرانی هم داور هست و اونجا یک به جایزه اهدا میشه. شاید بتونیم بگیم که اون فیلم رو جز فیلم‌های پرشانس بدونیم، بتونیم بگیم هستش با توجه به مضمونی هم که مرتبط با قصاص داره و زنان ایرانی، زنان جوان ایرانی رو در مرکز توجه قرار داده، از فیلم‌هایی هستش که تو اون بخش مورد توجه میتونه قرار بگیره. اما خب مهمتر نماینده امسال سینما ایران فیلم شیطان وجود نداره که همچنان خبری از حضور محمد رسولوف هم در جشنواره نیست برغم همه درخواست‌های داخلی و خارجی. البته آقای رسولوف ابراز امیدواری کرده که تعدادی از عوامل فیلم بتونن تو این شرایط خاصی هم که حالا پیش اومده برای سفرها بیان برلین و تو نشست رسانه ی فیلم حضور پیدا کنن. عوامل تهیه کننده فیلم امیدوارن که این اتفاق بیفته و فیلم شیطان وجود ندارد به رغم عدم حضور کارگردان با حضور بقیه عوامل نشست رسانه‌ای داشته باشه و اونجا بتونن که اظهار نظر داشته باشن درباره فیلم.